معاون اداری ریاست الوزرای امارت اسلامی میگوید که برای جذب نشدن جوانان به گروه های فتنه‌گر، مهاجر نشدن آنان و ختم مواد مخدر باید پروژه های بزرگ در افغانستان تطبیق شود. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای امارت اسلامی این سخنان را امروز در محفل افتتاحیه هفته مخصوص جمعیت هلال احمر افغانی که با حضور داشت مقام های ارشد برگزار شد بیان کرد. اگر ما میخواهیم صلح و امنیت در افغانستان نهادینه شود، به شکل دائمی دوام کند، مواد مخدر از افغانستان و ختم شود، از شر مواد مخدر هم ملت افغانستان هم ملل‌های دنیا رهایی بیابند و جوانای عزیز ما به طرف گروه های فتنه‌گر جلب و جذب نشوند، دو صورت ضرورت است که پروژه های بزرگ باید در افغانستان در اینجا تطبیق شود، عملی شود. وای تصریح کرد که در صورت تطبیق این کارها مردم افغانستان، همسایه ها و سایر کشورها از این مشکلات رهایی پیدا خواهند کرد. دو صورت هم ملت افغانستان از این مشکلات رهایی می‌یابد و هم دیگر همسایه های ما و دیگر ملل دنیا از این مشکلات ها خلاص می شوند. نامبرده اضافه کرد که جهان به صورت ظالمانه بودجه مردم افغانستان را با خود نگاه کرده است و این موضوع سبب مهاجرت های اجباری و اقتصادی جوانان نیز می شود. و ما اگر می خواهیم که جوانای عزیز ما در اینجا در داخل افغانستان یک شغل داشته باشند، رزق حلال را در وطن خود کسب بکنند و مهاجرت های اجباری و مهاجرت های اقتصادی مجبور نشوند. دو صورت ضرورت است که کشورهای دنیا باید مانع عملی شدن پروژه های بزرگ در افغانستان نشوند و حتی سرمایه خود افغانستان اونا بدهند که تا خود ملت افغانستان به ضرورت های خود به مصرف برسانند. ظالمانه بودجه ملت افغانستان اونا با خود نگاه کردند، غصب کردند. حنفی گفت که جنگ های چندین ساله زیربناهای کشور را تخریب و ملت در بخش های مختلف متضرر و متاثر شده است. افغانستان در طول سالها مخصوصا در طول 44-45 سال با اثر جنگ های تحمیلی از هر نگاه متضرر شده است. زیربناها اکثرا تخریب شده است. ملت افغانستان در همه ساحات شدیداً متضرر شده است، چی از نگاه روانی، چی از نگاه تعلیم و تربیت، چی در بخش صحت و چی در بخش اقتصاد. در همه بخش ها ملت افغانستان شدیداً متاثر و متضرر شده است. شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی نیز گفت که این اداره افغانی، ملی و سرتاسری است و کار در آن به صورت شفاف انجام می شود. نو سرمی است، الحمدلله پو دیر لوی خدمت که لگی آدم. یوازنه مرجع افغانی، ملی، سرتاسری، شپا عدالت، پو شپاپیت سرکار پو کی گی انشاءالله دا به امدغ اداره ای. وای ضمن استقبال از کمک های بشردوستانه کشورهای جهان به افغانستان تصریح کرد، ضمانت می دهد که یک افغانی در سرمیاشت به جا مصرف نمی شود. دونرانو نه که ایسی ارشی اداره ده که دی اسلامی کنفرانسو بانک دی اداره ده که دی قطر رونه دی مگه دی که دی ترکی رونه دی مگه دی که ناروی حکومت دا که دی دینمارک حکومت دا که دی برطانی اغنه مایندر اغلی دلتا دا او که چنایان دی که نور دی سی دوی بشری مرست دی افغانان تور کهی مگه استقبال کهو مگه خیر المقدم کهو دی دوی نمانه نکهو. در همین حال مولوی عبداللطیف ثابت، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی نیز در این نشست گفت که بر اساس آمار وزارت شهدا و معلولین 612,000 یتیم، بیوه و معلول در کشور وجود دارد و ماهانه به آنان کمک می شود. صور از مخ که ده شهدا و معلولین وزارت ملت تا دی حساب ورکولو پا برنامه که
هغوی هغه تعداد چې دوی سره اوس ثبت تقریبا هغوی د کونډو یتیمانو او معلولینو تعداد شپږ لکه او دولس زره څه باندې له دین البته هغوی دا اعلان کړې ده د اسلامي عمارت د شهدا او معلولینو وزارت سره ثبت او دوی سره ماهانه مرسته کی. موصوف تصریح کرد که با روی کار آمدن امارت اسلامی ممکن دست کم 3 میلیون مهاجر به کشور برگشته باشد. د اسلامی امارت د راتګ نه بعد ممکن سکن 3 میلیون مهاجرین د پروسه کاله د عقرب تر میاشتې پورې کوم تعداد سی وو د یو تحقیقي او تحلیلي نهاد دغه وړاندې کړی مرکز مطالعات استراتیژیک او منطقوي د مهاجرینو د وزارت نه دا امار را نقل کړي هغوی د تیر کال عقربو پورې 2 میلیونه او شپږ لکه کسان د هیوادونو نه بیرته افغانستان ته راستنې سوي د سیاسي تحول نه بعد البته خو کیدای سي اوسه پورې دا تعداد نورم لوړ سوي. او افزود که جمعیت هلال احمر افغانی یک اداره غیر سیاسی و مستقل است که با حمایت مستقیم رهبر امارت اسلامی در بخش‌های بشری فعالیت میکند. ده یو غیر سیاسی مستقل خیریه ټولنه ده چې د اسلامي امارت د زعیم امین المؤمنین شیخ صاحب د مستقیم ملاتړ او حمایه لاندې په بشری چارو کې د امارت مرستندوی او همکار اداره ده. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.